کشور استرالیا برای نخستین بار تابعیت یک داعشی را لغو کرد. دولت استرالیا برای نخستین بار لغو تابعیت یک شهروند خود که یک سنی تندروی لبنانی تبار عضو گروه تروریستی داعش است را به طور رسمی اعلام کرد. به گزارش رویترز لغو تابعیت این سنی تندرو که خالد شروف نام دارد بر اساس قانون مبارزه با تروریسم این کشور صورت گرفته است. در سال 2014 میلادی با انتشار تصاویر خالد شروف و پسرش در حالی که سر بریده نیروهای سوری را در دست داشتند این تروریست شهرت یافت و خشم جهانیان را برانگیخت بر اساس این گزارش سخنگوی اداره مهاجرت استرالیا نیز لغو تابعیت یک شهروند این کشور را تایید کرد اما از ارائه جزئیات بیشتر در این باره خودداری کرد لازم به ذکر است دولت استرالیا برآورد کرده که در حال حاضر بیش از 110 تن از سنیهای های رو که شهروند استرالیا هستند برای گروه روسیه داعش در عراق و سوریه میجنگند که به گفته دادستان کل استرالیا تا کنون بین 50 تا 59 نفر از آنها به هلاکت رسیدند.